اختصاص بیشتری به کار آقای دکتر فاطمی بدیم. سریع از من خواسته شده یک اطلاعی بهتون بگم. برای جلسه تبادل نظر انجمنهای مختلف مهندسی خواسته شده که در زمینه دانشکده مکانیک آقای مهندس علیرضا حمزه‌لو، مهندس محمد رضا سراجی، در مهندسی شیمی آقای مهندس فرهاد محمودیان، خانم مهندس آزاده دلسوزی، در زمینه عمران دکتر روزبه استکانچی، صنایع مهندس آریا امامیان، مهندس علی میرسلیمی و مهندس سمیزاده، از دانشکده شیمی مهندس منصور هوشمند، دانشکده کامپیوتر مهندس حسین رضوی، کمیته روابط خارجی آقای رضوی، اینا همه حضور به هم برسونن در اتاقی که برای جلسه تبادل نظر در نظر گرفته شده. آقای دکتر وفایی هم ضمناً هماهنگ کننده این برنامه کنم. در این لحظه من میخواستم به سخنرانی خودم برسم. عرضه مفهوم لینک، طرحی که من راجبش صحبت میکنم در اصل قرار بود دکتر ریچارد لارسون از MIT بیان راجبش صحبت بکنن، چون ایده اصلی ایشون هستش. بنده افتخار اینو داشتم که با دکتر لارسون آشنا بشم. در حقیقت در کنفرانسی که در ایران بود ایشون تشریف آورده بودن و موجب آشنایی ما شد. پس از اون من با آشنایی به علاقه قلبی ایشون به کمک به کشورهای در حال توسعه خیلی علاقه‌مند شدم که باشون همکاری بکنم. و در اون موقع ایشون در کار آماده کردن طرح پیشنهادیه لینک بودن و من هم مختصری کمک کردم به تشکل این ایده و در حال حاضر این ایده در حال شروع هستش. یه فاندینگ بودجه هسته‌ای سیدمانی بهش اختصاص داده شده که بیشترش در MIT مصرف میشه. طرح لینک به معنی Learning International Network Consortium هستش. پیامد فعالیت‌های دانشگاه MIT در زمینه دیستنس لرنینگ هست و آقای دکتر لارسون خودشون مسئول مرکز سرویس‌های آموزشی پیشرفته یا Center for Advanced Educational Services هستش. ادامه پیدا کرده در جهت فعالیت‌های ایشون و سنترشون و کل خط مشی‌های دانشگاه MIT برای آماده کردن دانشگاه برای عصر جدیدی که با متدهای انتقال اطلاعات و ذخیره اطلاعات به ظن خیلی ها انقلاب انفورمیشنی اطلاعاتی هستش، استفاده درست از این تکنولوژی برای روش ارائه سرویس های دانشگاه MIT پایه‌گذاری شده. من نمیخوام زیاد از اسلاید ها جلو بیفتم و منتظر هستم که خیلی ممنون. ایشون آقای دکتر ریچارد لارسون هستند که عرض کردم مسئول مرکز سرویس های آموزشی پیشرفته در MIT هستند و علاقه بسیار زیادی به ایران و ایرانیا پیدا کردن. بعد از سفری که ایران کردن در دانشگاه شریف چند تا صحبت داشتن، ایشون از دانشجویان دانشگاه شریف خیلی استفاده کردن. توی دانشکده این آشنایی نسبتا خوبی با دانشگاه ما دارن. راجع به تجربه MIT در زمینه دیستنس لرنینگ، ای لرنینگ،
چند نمونه رو میشه اسم برد. یکی از معروفترین کارها اوپن کورس ویر هستش که هدف این طرح ارائه کلیه دروس لیسانس و فوق لیسانس از طریق اینترنت و به طور مجانی برای تمام کشورهای دنیاست. این طرح یک مدل برای نقش دانشگاه در عصر اینترنت است و نهایتاً موجب روش آموزش دانشگاهی از طریق اینترنت خواهد بود. تا کنون حدود 200 از دروس MIT به طریق اوپن کورس ویر روی اینترنت ارائه میشه. هر کسی میتونه بره تو اینترنت و اکسس پیدا کنه به محتوای این دروس. از تجربیات دیگه MIT ارائه 5 نوع مدرک فوق لیسانس در 5 زمینه مختلف در کشور سنگاپور هست که 3 دانشگاه در این سیستم شرکت میکنن و مدرسین این دانشگاه ها میتونن پس از طی دوره آموزشیشون توی این سیستم ها مدرک فارغ التحصیلی از MIT دریافت کنن. فعالیت دیگه MIT در این زمینه ایجاد دانشگاه مجازی آفریقاست و که شروع کارشون از طریق تدریس برنامه‌ریزی جاوا بوده. 8 کشور آفریقایی: اتیوپیا، غنا، کنیا، موزامبیک، رواندا، تانزانیا، اوگاندا، زیمبابوه توی این دانشگاه مجازی آفریقا شرکت میکنن و مجموعاً 31 دانشگاه تحت پوشش این شبکه است. دانشگاه مجازی آفریقا در سال 1997 با بودجه از طرف بانک جهانی تأمین شد و به عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی در نایروبی به ثبت رسید. یکی از مسئولین دانشگاه مجازی آفریقا در مورد این تجربه چنین میگه: انقلاب جاوا یک اتفاق تاریخی است که در آموزش و پرورش آفریقا بی‌نظیر است، چون برای اولین بار دانشجویان آفریقایی میتوانند از دانشگاه‌های معتبر دنیا مثل MIT بدون خارج شدن از آفریقا مدرک کسب کنند. 13 مرکز آموزش در جاوا رولوشن شرکت میکنند. حالا در مورد لینک صحبت بکنیم. اصل فلسفه لینک بر این هستش که با ارزشترین منابع طبیعی یک مملکت بین دو گوش شهروندان اون مملکت هست. تجربه نشون داده که ثروت‌های طبیعی دیگه مثل نفت، معادن زمینی لزوماً موجب پیشرفت مملکت‌ها نیستن. به عنوان مثال میتونیم به کشور بسیار غنی عربستان سعودی و کشور بسیار فقیر ژاپن توجه بکنیم از نظر منابع طبیعی غیر انسانی. البته واقعیت‌های جالب دیگه اینها هستن: دانشگاه‌ها با ساختار فعلی با رشد جمعیت جوانان جهان نمیتوانن همپا باشن. در هر 2 1 دانشگاه باید تأسیس شود تا درصد فعلی جوانان دانشگاهی را بتوان آموزش داد. دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه به تعداد کافی استاد ندارند. دیگر اینکه دانشجویانی که از کشورهای مختلف معمولاً در یک محیط آموزشی تحصیل می‌کنند، نزدیکی خاصی به یکدیگر پیدا می‌کنند حتی اگر از کشورهای متخاصم باشن. بنابراین آموزش جوانان توسط یک شبکه آموزشی بین المللی موجب ایجاد ارتباط و تفاهم بین جوانان شده و موجب امید آینده بهتری برای صلح جهانی خواهد بود. دیگر اینکه نداشتن تحصیلات عالی در کشورهای در حال توسعه موجب عقب ماندگی بیشتر این کشورها و نتیجتاً تقسیم ناعادلانه تر ثروت خواهد بود و این شرایط صلح جهانی را تهدید می‌کند. اندیشه جدید برای تشریک
جهانی دانسته های بشری این هست که بتونیم جوامع رو که در نقاط مختلف هستند از طریق تکنولوژی های مختلف ارتباطی نظیر اینترنت، ساتلایت، تلویزیون، رادیو به همدیگه متصل کنیم. توی این سیستم هر کسی میتونه آموزش بگیره و همچنین آموزش بده. دیگر اینکه امکانات فراوان برای تشریک مساعی در تحقیقات علمی تحت این پوشش پیش میاد. هدفهای اصلی لینک عبارتند از تشریک مطالب آموزشی و تمرینات مربوطه بین کلیه کشورهای شرکت کننده، دو، تشکیل جامعه پژوهشگران و دستاندارکاران حرفه‌ای در صنعت که متمرکز باشند روی آموزش عالی در سطح بین المللی و از طریق تکنولوژی، سوم اینکه کمک در طرح ایجاد و عملکرد سازمان‌های ارائه دهنده ای لرنینگ در سطح تحصیلات عالی در کشورهای مختلف بشه. باز میخوام یه اشتباه تایپی شد اونجا، لینک با سی هست. هدف ها و سرویس های لینک عبارتند از ایجاد یک کنفرانس بین‌المللی سالانه در زمینه آموزش از راه دور در کشورهای در حال توسعه، تبادل تجربه ها، بهترین روش های مورد در آموزش راه دور و برنامه ریزی پروژه های آینده. طرح سیستم مدیریت و چگونگی عضویت که ضامن یک سازمان پابرجا و نموف کننده باشد، ایجاد و توزیع محتوای آموزشی درون کشوری و بین المللی با استفاده از مفهوم آموزش دهنده و با استفاده از تکنولوژی حداکثر استفاده از منابع انسانی محدود آموزشی در جهت ارائه آموزش به حداکثر دانشجویان، ایجاد یک منبع اطلاعاتی قابل دسترس برای همه کشورهای عضو. این منبع شامل اطلاعات مربوط به کلیه پروژه های ای لرنینگ موجود می باشد و از طریق آن کشورهای عضو می توانند با دیگر کشورها تشریک فعالیت داشته باشند. ایجاد شبکه بین المللی دانشجویان و ارتقاء سطح تحصیلات و شناخت فرهنگ ها برای کل جمعیت دنیا. تشریک مساعی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط اساتید و دانشجویان در سیستم‌های فعلی آموزش عالی فعال می‌باشد. ایجاد و نگهداری یک پایگاه اینترنتی جهت ارتباط بین اعضای لینک و جهت ارزش‌یابی مأخذ آموزشی ارائه شده. دلیل اینکه لینک متفاوت با طرح‌های دیگه در این زمین هستش عبارتند از اینکه لینک یک سیستم باز است و شرکت در آن کاملا داوطلبانه است. اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌های معتبر دنیا که در تحقیقات فعال هستند تشکل لینک را می‌دهند. تحقیقات در لینک بخش مهمی از آموزش محسوب می‌شود. لینک جامعه‌ای از محققین و اشخاص حرفه‌ای با تجربه که از تکنولوژی برای آموزش استفاده می‌کنند تشکیل می‌دهد. دیگر اینکه لینک خود یک سازمان فراگیر است که علاقمند به تجربه اعضا می‌باشد. هدف کوتاه مدت لینک کمک به افراد حرفه‌ای در هر منطقه است تا آنان بتوانند در کنترل رفع احتیاجات ای‌لرنینگ خود مؤثر باشند. هدف بلند مدت لینک کمک به تسهیل ارائه معتبرترین آموزش به جوانان دنیا می باشد. اجزای اصلی سازمان لینک عبارتند از دو بخش اصلی، یکی سیستم طرح و نگهداری اسلوب عمل کرد و دوم شبکه عملیاتی بین المللی لینک. در مورد چگونگی مدیریت شبکه عملیاتی بین‌المللی لینک توضیح این که این سازمان یک سازمان مسطح و بدون سلسله مراتب خواهد بود که این نوع سازماندهی جهت تسهیل ارتباط و رشد
جهت تقلیل نیاز به کنترل دست و پاگیر و جهت تقلیل بوروکراسی و کراپشن در نظر گرفته شده. سه نوع ایجنت در لینک استفاده خواهند شد. اینا تکنولوژی ایجنت، کانتنت ایجنت و اینترفیس ایجنت خواهند بود. به طور خلاصه فعالیت های تکنولوژی ایجنت به این ترتیب است که از تکنولوژی های موجود برای آموزش راه دور آگاه هستن، آشنایی دارن و میدونن که برای هر نوع استفاده چه نوع تکنولوژی مناسب تر هست با در نظر گرفتن مخارجش و محدودیت هایی که موجود هست. کانتنت ایجنت ها آدم هایی هستن که از منابع علمی که توی مملکتشون هستش آشنایی دارن، خبر دارن که مثلا در رشته شیمی چه استادی در چه دانشگاهی در چه زمینه بهتر هست و اینا کمک میکنن به اون استاد که این محتوای درسی رو آماده بکنه با استفاده از تکنولوژی که وجود داره. اینترفیس ایجنت ها آدم هایی هستن که از منابع نیاز با خبر هستن و در واقع بین ساپلایر، تولید کننده و مصرف کننده ارتباط ایجاد میکنن و تمام این ایجنت هایی هم که اینجا میبینید به صورت واحد های تجارتی مستقل هستن که عمل میکنن و یک سیستمی مثل سرتیفیکت سیستم مایکروسافت که در تمام دنیا یک جور هست، یه نوع آموزش میده و یه جور امتحان ازشون میکنه و بهشون سرتیفیکت میده. ایجنت های لینک در تمام دنیا میتونن این سرتیفیکت ها رو بگیرن. یک مجموعه عمل کردی لینک به این ترتیب مثلا میتونه باشه که چند تا ایجنت، مثلا یک کانتنت ایجنت، یه ایجنت مربوط به محتوا، دو تا ایجنت مربوط به ارتباط اینترفیس و یک دونه ایجنت تکنولوژی در ایران میتونن با یک ایجنت تکنولوژی با یک ایجنت ارتباط در افغانستان با همدیگه کار کنن به این ترتیب که مثلا دروس فیزیکی که دانشگاه شریف به زبان فارسی درست کرده و در بخش فارسی زبان افغانستان میتونه استفاده بشه به طور مؤثر تولید و توزیع بشه و دلیور بشه. برعکس مثلا ممکنه در دانشگاه تهران یه کسی میخواد زبان پشتو یاد بگیرن یا در دانشکده زبان چیزایی هستش که افغانی ها تو دنیا بهتر از همه هستن مثل زبان پشتو که اونها میتونن این محتوا رو ایجاد بکنن و دلیور کنن. برای به روز نگه داشتن اطلاعات ایجنت های مختلف لینک در سرتاسر دنیا یک شبکه اینترنتی هستش که به صورت یوزر گروپ که تمام ایجنت های مربوط به محتوا با همدیگه در سرتاسر دنیا میتونن در ارتباط باشن. متدای جدید، اطلاعات جدید در مورد تکنولوژی همچنین و در مورد اینترفیس ارتباط همچنین شبکه مخصوص خودش ایجاد خواهد شد. چرا حالا لینک مطرح شده و تناسبش با اوضاع فعلی چیست؟ آموزش از راه دور سریع‌ترین وسیله ارائه تحصیلات عالی به کشورهای در حال توسعه است. سرمایه گذاری روی تحصیلات و نه الماس و نفت و ذخایر دیگر نتیجه بلند مدت پایدارتری می‌دهد. در قسمت اعظم دنیا سرمایه گذاری روی مغزها به طور کامل نشده. تدریس تفکر عالی موجب پیشرفت جوامع و صلح جهانی می‌شود و تا به حال علاقه به شرکت در این فعالیت بسیار چشمگیر بوده است. لینک به اعضای جدید خوش آمد میگه و من خوشحالم خدمت شما عرض کنم که دانشگاه صنعتی شریف یکی از اولین دانشگاه‌هایی است که ابراز علاقه کرده که عضو لینک بشه. تشکر میکنم از توجهتون. از آقای دکتر هیبت‌الله خاکزار تقاضا میکنم که صحبت خودشون رو
در مورد technology trends of microelectronics and communication systems on distance learning عرضه کنند. ضمناً کوآتور ایشون آقای دکتر محمد تقی فاتحی هستن که در صورت نیاز به توضیحات بیشتر ایشون در جمع ما هستن و میتونن توضیح بدن.